سلام و درودی به پیام با شما تماشابینان گرامی. امیدوار هستم که خوب هستید. دوستان عزیز، بعضی وقت می شود حادثه های به سر آنها می آید که با یک معجزه غیر عادی آنها جان سالم به سر می برند. شاید به همین سبب گفته باشند که هیچ کس قوی تر از تقدیر الهی نیست. وقتی که در تقدیرتون اگر مردن نباشد، از چنگ مرگ حتی نجات می یابید. پس بیاید امروز باز یک بار دیگر شما رو با آدمان شناس کنیم که از لب گرگ برگشتم گوین هم می شود. برای همین تا آخر نهار ما را همراهی کنید. در کانال نکاتو بمنش در زنگله رو نمایید که یک لایک دیگر با ما نوار را آغاز میکنیم. رفتیم دوستان، شما تماشا و رقابت های ورزشی جالب رو همراه با یک ایکس باز هم جالب تر کنید. رکسیاسیای آسان، پر کردن و گرفتن مبلغ از تمامی گوشه و کنار دنیا و کوفیسین های بلند و مهمتر از همه بونوس تا $100 با پرماکودی نکا. معلومات های لازمه در کامنتاریا و با شما موفقیت خواهانیم. قهرمانی نواری اولین ما مایر ستین مایر می باشد. این جوان با پاراشوت از بلندی 160 متر از همین مهمانخانه که ساخته شده استاده بود از بلندی بینا خود را به زمین هوا داد. اما پس از نادرست باز شدن چتر همزمان جانش به خطر افتاد. و چطور که شما شاهد این حادثه گردیده استاده اید، باد شدید او را به دیوارهای این مهمانخانه میکوبد. پس از یک بار به این بینا چسبیدن دوباره به او میسر میگردد که به افتادن شروع کند و از رفت افتادنش معلوم میشود که مرگ او حتمی به نظر میرسد. اما شانس این جناب چنون خوبی و بلنده بوده است که او راست آمده با همون تریزه که پنجرهش هوی بود، یعنی کشده بود، در آمد. نه با دیوار بخور و نه با دیگر تریزه هایی که پنجره هایشون محکم بود. انا این رو میگویند تقدیر. در دکبر سال 2016 در یک شهرهای فلوریدا موتورسیکل سوار دید که ماشین در حال حرکت بود و رانندهش با سبب بیماری قلبش به نظر می رسید که دلش در ماشین زده است، از همین خاطر ماشین رو اداره کردن نتوانسته. گاهی بالای راه می برآمد، گاهی استالبهایی که در قدی راه نصب شده بود با آنها برخورد می کرد و گاهی باز به راه می برآمد. و خوشبختانه سبب که ماشین خودش از کار برآمد، او محض در لب یک راه مان شد و از اینجا فهمیده می شود که او وقتی او بلندی کرد، چون که در این گونه حالت ها شود که یا با یگان ماشین دیگر برخورد میکند یا اینکه با یگان درخت. و بختی او بلندیش در چی بود که او حتی حداقل با یک درخت هم برخورد نکرد. اگر با درخت برخورد میکرد، شاید که او جان سلامت به تن نمیبرد. سپس آدمانی که در این نزدیکی ها بودند، پس از رساندن کمک های اولیه با یاری تجلی تماس گرفتند و او را راست به بیمارخانه انتقال دادند. این راننده خوش شانس بختش بلندی کرد، خیلی که در بالا قید کردیم با سرعت بلند حداقل با یک درخت بر نخورد. اگر با یک درخت حداقل بر میخورد، شاید که این آخرین رانندگی او در حیاتش میگشت. همیشه با توریستان در پارک سفری آفریقا هشدار میکنند که درهای ماشین خود را بندند و خودشان در داخل ماشین بشینند و شاید حیوان های این منطقه نیز همین را خواهانند، زیرا که انسان نمیداند که در کدام وقت با حیوان جانش در خطر میافتد. چنین اتفاقی برای کلین و سیندی افتاده بود که آنها برای لذت بردن و تماشا کردن به آفریقای جنوبی به سفری آمده بودند. راننده این ماشین با دیدن شیرهای نشسته در نزد آنها متوقف کرد و خواستند کمی هم تماشا کنند. مشکلی در آن بود که آنها به نزدیک من کردم. در نوار خوب شاید میگردیم که شخصانی در داخل ماشین بوده در حال شروع به تماشای شیرها میکنند و سپس دیده میشود که یک شیر ماده نزدیک ماشین آمده است و میخواهد که دری آنها را کشاید. چه کسی فکر میکرد که به شیر میسر میگردد که دری ماشین را کشاید، اما با او میسر گردید. از افتش که این اولین کاری او نیست. هنگام باز کردن دری ماشین از جانب شیر، آدمانی داخل ماشین بوده و شزده شدند در حال ماشین را محکم کردند و قلفهایشان را نیز محکم کردند. باید یادآور شویم که در این گونه حالت ها کم است حادثه‌هایی که جان به سلامت و با آنها میسر شد. خوشبختانه که از این منطقه جان سالم به در آوردند. به همین سبب اگر شما به آفریقای جنوبی به تماشا رفتید، در هنگام سفری درهای ماشین خود را در زمک محکم کنید، چون که شهرهای آنجا بار اول نیست که توریستان را یا اینکه ماشین را میبینند و عقلشان یعنی اینتلکتشان خیلی بلند است، زیرا که حیوانات آنجا در بین انسان ها کلان شدند و کلی چیز را فهمیدند. علاقه عقلشان همه چیز را میگیرد. در سپتامبر سال 2021 یک مرد صبح در راه در حالی دویدن بود، اما از کجایی که نباشد یک شیر کوهی در پس بوته‌ها کمین بست و او را انتظار شد. شخص حتی در فکرش هم نبود که شیر او را میتواند در اینجا حمله کند و همین طریق به او میسر شد که با دویدنش جانش را به سلامت از اینجا برد. در اینجا باری اول وقتی که نوار را میبینی میفهمی که تمام روز این مرد به آخر رسیده است. از همینجا فهمیده میشود که تقدیر او در مرگ نبوده است، از همین خاطر شیر به او حمله هم نکرد.
در نوار نوبتی ثبت شده در نویبر سال 2021 در اندونزیا، در حالی که این ماشین بارکش در بالاش پلاتکا بسته شده بود، در حال حرکت بود و آن از اون ماشین کنده شده مستقیم بر روی دو موتوسیکل سوار میزند. این واقعه البته میتوانست در دیگر وقت‌ها برای موتوسیکل سواران بسیار وحشتناک بیانجامد، اما این ساعت شانس آنها بلندی کرد و تقدیرشان تماما چیز دیگر بود. بله، و هر دو از یک تصادف بی‌نهایت دهشت آور نجات یافتند. در ینوری سال 2018 دو پلنگ عظیم جوسه راهی مسافرانی که از این راه خواستند گذر کنند گرفتند. البته افرادی که در داخل ماشین بودند در امن بودند، اما موتوسیکل سواران به خبر از آنه که در این راه پلنگ ها میگردند در این راه گذر داشتند. البته آنها در امن نبودند نسبت آدمانی داخل ماشین بودند. چگونه که شما شاهد گردیده استید، این پلنگ به سمت آنها مستقیما حرکت کرده استاده است. در همین وقت یک پلنگ دیگر از بین بوته ها آسته‌آسته به نزد این دو موتوسیکل سوار میآید، ولی این آدمان در چنین حالت موقعیت خود را از دست ندادن، خود را آرام داشتن، یعنی به دست گرفتن و با پانیک دادن نشدن. پلنگ ها باشد پس از آن کم درگیرد آنها قدم زدند و آسته آسته از نزدی آنها دور شدند. این دو آدم را می شود گفت که خوشبخترین مرد دنیا و این روز روز دویمی زاد روزشون باشد، چون که پلنگ ها حتی کوششی به آنها حمله کردن را نکردند، گرچند که همه شانس را آنها داشتند. از کدام سبب ها اینها نجات یافتند دوستان گرامی؟ سبب اولش که در تقدیرشان همین خیل بود، سبب دومش که ببرها گشنه نبود بودند، وگرنه حال آنها به نهایت بد میشد. سبب سوم اینکه آنها خود را آرام نگاه داشتند و ترس از خود نشان ندادند، و این باشد کم شست ببرها را گردان. فکرهای شما را در کمیتر انتظاریم. در نوار نوبتی ثبت شده در مارس سال 2022 در یک از شهرهای برزیلیا، ما میبینیم که دو موتوسیکل سوار برای دادن نامه به زن آمده اند و با دادن نامه منتظر پول میمونند. تا اینجا همه چیز خوب به نظر میرسد. هنگامی که پس از سپردن پول به این دو مرد زن باقی برمیگردد، این دو مرد کوشش میکنند که این دودک در این پس پنجره نشسته را به طرف خود جلب سازند. در اصل معلوم میشود که این افراد برای دزدیدن این کودکان آمده بودند. وقتی که آنها در را باز میکنند، یک ماشین دیگر هم به نزد آنها میآید تا اینکه گودکان را با آنها بار کنند و از اینجا گریزند. اما گودکان هوشیار به نظر می رسند، به جای نزدیک شدن از آنها دور شدند و نقشه های زشتی آنها را بکار کردند. آنها نه تنها دور شدند، بلکه مادرشان را صدا کردن را شروع کردند، و این باشد کم این دو مرد را ترسان. با دیدن این نوار بسیاری ها گفتند که این نوار ساخته است و نمی تواند واقعه داشته باشد، اما به هر حالی که نباشد نیتشان نیت خیر بود و برای آگاهی دادن والدین بود که کودکان خود را از زیر نظرشان حتی یک ثانیه هم دور نمانند. به خاطر این رولیک از شما طلب میکنم که یک لایک به این نوار بگذارید و کمیتر بینایست. تماشابین گرامی، در همین جا نوار امروزه ما به آخر رسید. اگر به شما پسند آمده باشد در کانال ما آبونه شوید و تا نوارهای آینده در پناه الله باشید. خیر.